صدرنشین رئیس جمهوری شاغل در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این بار بیش از هر زمان دیگری به شمار رای دهندگانی بستگی پیدا کرده است که در روز رای‌گیری سراغ حوزه‌های رای‌گیری بروند، اما گزارش‌های خبری حاکی است که بسیاری از آنان ممکن است در خانه بمانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود همچنین از اهمیت پیدا کردن دوباره نقش پول در جلب آرای فقرا و بیکاران حکایت دارد. گزارش این باره. سابقه نشان می‌دهد هر اندازه که رای دهندگان بیشتری به حوزه‌های رأی‌گیری بروند، به همان نسبت شانس پیروزی یک نامزد به اصطلاح اصلاح طلب نظیر حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی که خود را مجدداً نامزد این مقام کرده بیشتر می‌شود. اما این بار داوطلبی آقای روحانی برای ماندن در مقام ریاست جمهوری برای 4 سال دیگر با بی‌تفاوتی و گله‌مندی رای دهندگانی مواجه شده است که هنوز از مزایای توافق اتمی موسوم به برجام برخوردار نشده است. توافقی که در نخستین دوره ریاست جمهوری با قدرت‌های جهانی حاصل شد. معلم 59 سالمه، 8 سال جبهه رفتم، 3 ماه بسیج رفتم. من بیکارم. پول ندارم الان میرم نون بخرم خونم. در همین حال با وعده‌های عوام پسندی که رقبای او در مورد پول رسانی به فقرا دادند، آقای روحانی در روز رأی‌گیری به آرای تمامی رای دهندگان نیاز دارد که طرفدار او باشند. اما بعضی از حامیانش میگویند آنها ممکن است در خانه بمانند و سراغ حوزه‌های رأی‌گیری نروند. آقای روحانی با 5 رقیب روبروست، اما بعضی از آنها احتمالاً در چند روزه مانده به روز رأی‌گیری از صحنه رقابت خارج می‌شوند که شانس پیروزی را برای رقبایی بیشتر می‌کند که در صحنه باقی می‌مانند. در انتخابات 4 سال پیش خارج شدن یک اصلاح طلب از صحنه رقابت به آقای روحانی در کسب اکثریت 51% لازم برای پیروزی کمک کرد. نتیجه آن رأی‌گیری ریخته شدن آرای 73% رای دهندگان واجد شرایط به صندوق‌های رأی بود. آقای روحانی این بار نیز برای پیروزی به تکرار وضعیت آن زمان در میان 56 میلیون و 400 هزار رای دهنده واجد شرایط نیاز دارد. اما از هم اکنون نشانه های هشدار دهنده ای آشکار شده است. ایرنا خبرگزاری دولتی گزارشی منتشر کرده که میگوید نظرسنجی ها از 6000 رای دهنده واجد شرایط نشان میدهد بیش از 1/3 آنها رای نمیدهند. جدیترین چالشی که آقای روحانی با آن روبروست حضور ابراهیم رئیسی نامزد تندرو و مورد حمایت آیت الله خامنه ای ولی فقیه است. 40000 میلیارد تومان تبدیل شد به 70000 میلیارد تومان. قانون هدف من کردنم میگه که یارانه ها رو باید گرفت به خود مردم داد. آقای رئیسی وعده پرداخت ماهانه ای معادل 65 دلار به فقرا داده است که 1/6 دستمزد یک کارگر تازه کار است. پرداختای نقدی پیشتر به جلب آرای روستاییان برای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین کمک کرده است که این بار از رقابت منع شده است. دولت آقای روحانی سعی کرده است جلوی چنین پرداختایی را بگیرد و پول حاصل را صرف پروژه های توسعه و عمران کند. یک تحلیلگر میگوید بعید به نظر میرسد لشکر فقرا و افراد بیکار وعده های دریافت پول نقد را نادیده بگیرد. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.